ما وقتی که روان رو به عنوان یک سیستم مطالعه میکنیم در حوزه زبانشناسی مغز است، یعنی که علم زبانشناسی خود زبان رو بدون اینکه به جنبه های دیگرش به اینکه کی یاد میگیره کی یاد نمیگیره به عنوان یک سیستم بررسی میکنیم، همینطور که شب اول نشون دادیم که چند بُعد دارد چجوری سازمان یافته است، این خود زبانشناسی، علم زبانشناسی. وقتی که زبان در ارتباط با جامعه بررسی میشه و مسائل و مشکلاتی که از این راه به وجود میاد، به یک شاخه دیگه ای از این زبانشناسی که اسمش از جامعه شناسی زبان که صحبت اینه که این خوبه، اون زبان بده، این درسته، اون غلطه، نمیدونم این زبون نیست، این لهجه است، این فلانه یا مسائل دیگه که یه مقدار شمکر برسیم. و وقتی که زبون در ارتباط با فرد یادگیرنده بررسی میشه، زبون بچه زبون رو چجوری یاد میگیره؟ چرا ما توانش همون در زبون متفاوته؟ ما مثلا فکر میکنیم که هممون یه سخنران رو یه جور میفهمیم، ولی اصلا اینجور نیست. توانش ما در شنیدن، توانش ما در خوندن، جذب مطلب، اینا همه ما هم همینطور که نوشتنمون فرق میکنه، اونا هم جنبه هایی که پسیبی نمیبینیم اونا هم فرق میکنه. بنابراین وقتی که زبان در ارتباط با فرد یادگیرنده و مشکلات و مسائلی که از این راه گذر به وجود میاد بررسی میشه، اون شاخه یه زبانشناسی رو میگن روانشناسی زبان. و 15 روز دیگه ما یه جلسه خواهیم داشت راجع به روانشناسی زبان. حالا امشب همون جامعه شناسی زبان رو صحبت می‌کنیم. ببینید تعریف‌های اینا رو اول می‌نویسم. زبان میشه لنگویج، گونه زبانی میشه لنگویج ورایتی، گویش میشه دیالکت و لهجه میشه اکسنت. حالا تعریف‌های اینا از لحاظ زبان شناسی خیلی آسونه. خیلی خیلی آسونه. ولی بعد خواهیم من اول تعریفاش از لحاظ زبانشناسی خواهم گفت و بعد خواهیم دید که مسائل سیاسی، بینش افراد نسبت به زبان خودشون، نسبت به زبان همسایه و دیگر مسائل چجور این قضیه رو پیچیده میکنه. یعنی یه چیزی که از لحاظ زبانشناسی اکسنته ممکنه تبدیل بشه از برای یکی به زبان. یعنی الان در جزیره اسکاندیناوی، نروژی و سوئدی و فنلاندی تقریبا سه تا لهجه یا سه تا لنگویج ورایتی هستن، سه تا گونه زبانی هستن، ولی به دلایل سیاسی باید گفته بشه زبان نروژی، زبان سوئدی و زبان فنلاند. یا فرض کنید که یک تیکه از مرز، حالا خواهم گفت البته به طور مفصل، یک تیکه از مرز آلمان و هلند هست که یه رودخانه رد میشه، اون طرف رودخانه آلمانه، این طرف رودخانه هلند، این طرف و اون طرف دو تا ساحل رودخانه تقریبا یه جور حرف میزنن، ولی اون زبان آلمانیه، اون یکی زبان هلندی است. اینا مسائلی است که حالا من اول بعد نیست که لاقل تعریف های زبان شناسی رو بدونیم که لاقل روی زمین قرص ایستاده باشیم تا اینکه بعد بپردازیم به اون چیزهایی که اصلا که اگر که شخص آ و شخص ب هنگام صحبت کردن با هم بتونن مقصود هم دیگر رو بفهمن و کامیونیکیشن برقرار بشه، A و B به یک زبان حرف میزن. خیلی ساده. اگر اینها کامیونیکیشن یا ارتباط بینشون برقرار بشه، مفاهیم هم دیگر رو بفهمن، احتیاج مترجم نداشته باشن، این دوتا به یه زبان هست. اگر که این ارتباط به قول انگلیس ها کلاپس بکنه، یعنی که برقرار نشه و مجبور شد مترجم دخالت بکنه،
یا اینکه باعث سوء تفاهم بشه آواقه به یک زبان صحبت نمی کنه. تعریف زبانشناسی است که تقریبا یه تعریف عملی است. گونه زبانی خیلی به لهجه نزدیکه، ولی فرقش اینه که یک زبان ممکنه در چندین مملکت صحبت بشه، مثل انگلیسی. به هر کدوم از اینا میگن یک language variety، مثل American English، British English، Canadian English، Australian English، Indian English. اینا هر کدوم یه ویژگی های خاص خودشون رو دارن، ولی از زبان شناسی یک گونه ای از هم تلقی میشن. و باز از نظر زبان شناسی هیچ ورایتی، هیچ گونه ای نسبت به گونه دیگه رجحانی نداره از دید زبان شناسی. گویی که در نظر خود گویندگان مسائل متفاوت خواهد، ولی از نظر زبان شناسی امریکایی، انگلیسی امریکایی و انگلیسی بریتانیایی فرقی نمی‌کنه. هر دوشون دو گونه از یه زبان هستن. اما گویش، گویش عبارت است از جزیره های زبانی که از زبان اصلی جدا شدن و با یک تفرقه جغرافیایی در سطح یک مملکت به ناحیه پراکنده شد. یعنی زبان اصلی، تنه زبان اصلی رشدش رو خوب کرده رفته، این شاخک‌هایی که از اینا زده شده بیرون، اینها موندن به صورت جزیره‌های زبانی. بعضی از این مثلا یه نمونه، همون جزیره‌های زبانی آذریه که در آذربایجان هست، یعنی غیر از ترکی. منظور زبان ترکی نیست، ترکی زبانه، ولی اون آذری که از پهلوی مونده و جای جای در دهات یا مرکزی صحبت میشه که مثلا 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، حالا نمیدونم چقدر اینا هستن، اینا گویش هستن. حالا گویش ها بعضی هاشون ممکنه به زبان اصلی نزدیکتر باشن، بعضیشون از زبان اصلی دورترن، بسته به اینه که این جاموندگی در چه موقعی صورت گرفته باشه، در چه تاریخی. بعضی ها اگر از نظر جغرافیایی نزدیک هم باشن، با هم همپوشانی دارن، اوورلپ دارن، یعنی که به هر حال مقایسه این گویش ها با اون تنه اصلی زبانه. حالا میخواد فارسی باشد، میخواد انگلیسی باشد، میخواد هر زبان دیگه باشد، یعنی یه فرم قدیمی تر از زبان معمولا اون گویش. و لهجه، اینا تعریف هایی که زبانشناس ها میکنن، حالا برمیگردیم به. و گویش رو یا لهجه رو ما به سه معنی به کار داریم، به سه معنی. یکی این که یک لهجه است که اساس جغرافیایی داره، یعنی پراکندگی جغرافیایی داره، مثل اصفهانی، شیرازی، یزدی، اینها، یعنی که اساس اینها پراکندگی جغرافیایی است. یک دونه دیگه، یک معنی دیگه لهجه یا اکسنت اساس اجتماعی داره، یعنی یک گروه اجتماعی با یه درآمد خاص یه گوشه جمع میشن و برای خودشون هم یه لهجه بخصوصی پیدا میکنن. از همه اینا بارستر لهجه کاکنی هست در انگلیس، یعنی در شرق رود تمز یه گروهی مردم هستن که از قدیم کارگر بودن، هنوز هم هستن، و اینها از سطح درآمد خیلی خیلی پایین هستن، از نظر فرهنگی هم خیلی خیلی پایین هستن، ولی لهجه به خصوص هم دارن که معروفه به لهجه کاکنی. اینجور هم نیست. و این دوتا، یکی لهجه جغرافیایی، یکی لهجه اجتماعی، یکم لهجه خارجی. یعنی وقتی شما یه زبان
یه زبان دیگر رو صحبت میکنید که زبان مادری شما نیست، معمولا بعضی از خصوصیات زبان مادریتون رو به اون زبان دوم منتقل میکنید. بنابراین میگیم که فارسی رو با لهجه ترکی حرف میزنید، یا مثلا میگیم که he speaks English with a French accent، یعنی که انگلیسی رو با یه لهجه فرانسوی صحبت کنه، مثلا آقای فرانسه رو ممکنه توی انگلیسیش منتقل بکنه. این هم نوع سومیست، یکی پراکندگی جغرافیایی، یکی پراکندگی یا انسجام اجتماعی، و یکی دیگه هم لهجه خارجی هست که خیلی نمونه هاش باشن هست. خب این تعریف هاییست که معمولا برای اینها از در زبانشناسی برای این سه تا مفهوم میشه. اما زبان رو همه به این معنی الان که عرض کردم که اگر ارتباط برقرار بشه و نشه اینجوری فکر نمی کنه. همونطور که عرض کردم یه نمونه بارزش شبه جزیره اسکاندیناویه، یا اون نمونه‌ای که عرض کردم مال هلند و آلمان. ببینید فارسی که در ایران صحبت میشه و اون که در تاجیکستان صحبت میشه و اون که در افغانستان صحبت میشه، یا سه تا لهجه هستن یا سه تا لنگویج ورایتی هستن در حد لهجه، ولی اصرار هست که گفته بشه فارسی دری یا دری تنها یا تاجیکی. اصرار هست برای اینکه فارسی رو که معنی پارس میده و این سابقه رو دارد اون رو تداعی نکنه، یعنی سر این قضیه کاملا آگاهانه این گذاری ها شده است. یعنی تاجیکی یعنی فارسی تاجیکستان ولی اسمش تاجیکی است، یا افغان ها خوششون نمیاد بگه فارسی افغانستان، همیشه میگن دری. و از این نمونه ها خیلی زیاد است که گفتم. اما گویش یه خورده پیشیده تر قضیهش. فرنگستان دوم گویش رو ساخت برای اینکه بگن که در ایران هیچ زبان دیگه زبان نیست غیر از فارسی، و همه زبان‌های دیگه که در ایران هستند یا سابوردینیت هستند، یعنی دست پایین رو دارن نسبت به فارسی، و یعنی که اصلا زبان نیست. یعنی صحبت کردن از گویش کردی به جای زبان کرد، صحبت کردن از گویش ترکی، از گویش ترکمنی، و این کار بسیار بسیار اشتباهی. یعنی زبان برای هر کس بخشی از هویتشه. اگر که به زبان کسی توهین بشه، اگر زبان کسی دست کم گرفته بشه، مایه آزردگی میشه. اصلا نباید این کار رو میکرد. این که شما بیاید بگید از قدیم الایام فارسی زبان ملی بوده است، از کنم که در آذربایجان هم بیشتر کسانی که به مشروطه و به ایران خدمت کردن ترک زبان بودن، آذری بودن، یا بزرگترین کسانی که به زبان فارسی خدمت کردن یا شوهرهایی که بودن همه به ترکی شعر گفتن. چه اشکال دارد که میگفتیم زبانه کردی زبانه، ترکی زبانه، ترکمنی زبانه، و میدیدیم که کشورهای چند زبانی دیگه چجوری رفتار میکنن با مردم چند زبانه. شما خودتون اگر که ترک زبان بودید و در آذربایجان زندگی میکردید و میدیدید که یه بچه پاسدار رو که ترکی هم نمیدونه میفرستن استاندار آذربایجان میکنن، چه حالی میشه؟ باید انصاف داشته باشه. خیلی اشتباهی، سیاست اشتباهی. همینطور در مورد کردستان، از خیلی اوقات اختلاف زبان یه بهانه است برای سرپوش گذاشتن روی رنجش های دیگه. مردم از دولت ناراضی هست، مردم آذربایجان، مردم کردستان. مردم کردستان نمیتونن در تهران نماز بخونن به شیوه خودشون، یعنی برای اینکه نماز عید فطر رو بخونن تو خونه های شخصی میره.
خب این همش صحبت زبان نیست. از نظر آبادانی، کمترین مقدار در کردستان خرج شد، در آذربایجان نمیده. خب اینا رنجش های دیگه است، از زیر سرپوش زبان معمولا تکون میخوره. یعنی میشه به اون چنگ زد، نمیشه گفت به زور که چرا مثلا این پاسدار اومده و استاندار ما شده، ولی میشه گفت ما ترکیم، ما اصلا با یه ملت دیگه است. یعنی یه مقدار زیادی از این بهانه ها بهانه هایی است که چیزهای دیگه زیرش هست، رنجش های دیگه هست که به علت ناشیگر. یکیش همین بود که خدمتتون عرض کردم، یعنی عین دوستی خالق خرسه که زیان میارد و بحری ازش ساخته نمیشه. شما اگر زبان کردی رو بگید بویشه، زبان ترکی رو بگید بویشه، ترکمنی رو بگید بویشه، خب کار اشتباهی میکنید. باید ببینید در انگلستان که ویلز در اونجا یه زبان دیگه صحبت میشه چی کار میکنن انگلیسا. به عوض اینکه این نگاه رو بکنیم، در هندوستان که 425 زبان صحبت میشه، چجوری این مملکت اداره میکنه؟ خب این کاری بود که فرنگستان انجام داد و در واقع کار اشتباهی بود. ولی معنی دایلکت همینطوری که عرض کردم، از نظر چیز، از نظر زبانشناسی همون جزیره های زبانی است که خدمتتون عرض کردم. اما بیایم سر لهجه. لهجه بعض وقتا در بعض از کشورها مردم نسبت به لهجه خیلی حساس هستن. حساسیت نسبت به لهجه در انگلستان، در بریتانیا مثال زدنیه. یعنی شما ممکنه یک کار رو از دست بدید به خاطر لهجه، و ممکنه یک امتیاز بسیار بزرگی رو بگیرید به خاطر لهجه. معمولا لهجه شهرهای کمبریج، آکسفورد، غرب لندن، اینا لهجه های با اعتبار و پرستیژ است. خب حالا اگر یک اعیانزاده در مثلا در منچستر به دنیا بیاد که اون اکسنتش یا لهجهش مورد پسند نیست، راه حل برای این پیدا شد. مدارسی هستن به نام پابلیک سکول که شبانه روزی هستن. شما اون بچه‌تون رو میفرستید توی اون پابلیک سکول شبانه روزی و اونجا بهش این اکسنت رو درس میدن. یعنی اونجا با اکسنت کمبریج و آکسفورد باش صحبت میکنن. خب بعد که این بچه از اون دبیرستان فارغ التحصیل میشه، نمراتش رو میفرستید به دانشگاه ها. تعداد این مدارس پابلیک سکول معلومه چند تا هستن و کیا از اینجا فارغ التحصیل شده. دانشگاه های تراز اول بچه های این مدارس رو میپذیرن، نه که کسای دیگر رو نپذیرن، ولی اینا حتما پذیرفته میشن. یعنی اینا باز به نوبه خودشون به کمبریج و آکسفورد و لندن و دیگر دانشگاه های خوب راه پیدا میکنن. بعد که دیگری گرفتن، برای گرفتن کار بازم جلو هست. فارغ التحصیل آکسفورد بچه، فارغ التحصیل کمبریج، فارغ التحصیل لندن، و بعد این آقا که کار خوب گرفت دوباره این چرخه ادامه پیدا میکنه. یعنی این وقت این هم بچه دار که شد، بچهشو میفرسته پابلیک سکول، از پابلیک سکول یا اومد میره کمبریج، از کمبریج که اومد شغل خوب میگیره و همینطور تا آخر. یعنی این چرخه ایست که در بریتانیا دور میزنه. این یه واقعیت است و خیلی 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 اصلا میگه که his accent is disgusting. Absolutely disgusting. اینجوری صحبت. خب برای چه مثلا از لیورپول اومده. بنابراین این مسئله اکسنت هم یک مسئله خیلی خیلی مهمی است. من فکر میکنم که ما در ایران خوشبختانه این حساسیت رو نسبت به اکسنت نداریم. خیلی از سیاست مدارامون با لحجه دیهاتی حرف میزنن. ایفی هم نداره. بله؟ بله، از قلب.